شاگردای عزیز سلام، امید است که جور و صحتمند باشین و به امید پیروزی و موفقیت های هر چه بیشتر شما مخصوصا درس علم کیمیا و یاد گرفتنش از خداوند متعال میخواهیم. البته قسمی که شما میخوامین باز هم صنف هفتم هستین، مضمونی که درس میخوانین مضمون کیمیا میباشن و موضوعی که امروز ما و شما بالای صحبت میکنیم استحصال اکسیژن از مرکب هیدروژن پروکساید میباشد. در سبتون صفحه 64 کتاب دان و فصل 4 میباشد. خوب، بسیار خوب شاگردای نازنین، حالی ما از درس گذشتیتان یک مرور میکنیم یا یک چند سوال میکنیم. قسمی که شما میفهمین درس گذشتیتان استحصال اکسیژن از مرکب مرکوریک اکساید و همچنان طریقی لابراتوری بود که طریقی لابراتوری معمولا پوتاشیم کلورید در موجودیت منگان دایکساید یا منگانی دایکساید باعث کتالیز و حرارت ایر تعامل میتن و در نتیجه گاز اکسیژن حاصل میشه، که البته این طریقه را بالای تخته کار کردیم و هم شما عملا این تجربه را دیدین و ما بر شما انجام دادم. خب، آره، میاییم بالای اداب و آموزشی درس امروز ما. خب، از شاگردان انتظار میره که در پایان درس به اداب زیب دست یابند. یک، فهمیدن تعامل استحصال اکسیژن از هیدروژن پروکساید. این تعامل را ما بر شما نوشته میکنم و شما در ختم درس باید به این شکلی را نوشته کنید. دوم، در استحصال اکسیژن از مواد مختلف مثلا اکساید سیماب مارد داشته باشه، یعنی شما باید این ارمی گاز اکسیژن از مرکب مرکوریک اکساید و یا اکساید سیماب هم شما این را استحصال کرده بتانه. آره، من یک سوال میکنم، آیا تا به حال شخصی را دیده اید که دندانهای خود را با هیدروژن پروکساید 3% در حال شستن باشد؟ معمولا کسایی که دندان خود را میکشند یا دندانشان التهابی میشه، معمولا دکتر صاحبا برشان تجویز میکنند که امرای هیدروژن پروکساید یک جای با آب مخلوط کنند و دندانهای خود امرایشان بشویند یا کلی کنند و یا برس کنند. شاگردای عزیز، حالا ما شما یک فعالیت داریم، یعنی بر استحصال اکسیژن از تعامل مرکب هیدروژن پروکساید به همراه منگانیز دایاکساید. من اول این مواد بر شما معرفی میکنم. موادی که در این تجربه ما شما استفاده میکنیم، محلول هیدروژن پروکساید اینجا میمانیم، مرکب منگان دایاکساید یا منگانیز دایاکساید، قاشق برای گرفتن مواد، بالون گاز، گوگرد و همچنان یک کاغذ بیکاره برای تشخیص گاز اکسیژن. یعنی شاگردای عزیز، همچنان گیرا و پایه و تستیوب، گیرا و پایه و تستیوب، این موادی می باشه که ما در این تجربه برای استحصال اکسیژن کار می گیریم یا استفاده می کنیم. خب، اول چی می کنیم ما شما؟ اول گیرا و پایه رو می گیریم و یک تستیوب که کاملا پاک خوش باشه در این می مانیم، دوباره این رو محکم می کنیم. بعدن چی میکنیم؟ میگیریم چند قطره محلول هیدروژن پروکساید در بین تستیوب میندازیم، بوتل اینجا میمانیم. بعد از او
مرکب منگان دایوکساید یا منگنیز دایوکسایدی که شما پیشتر دیدین و ای دارای رنگ سیاه می باشه و شکل پودر است، این را در بین تیسیو بندازیم. بعدا گوگل در میتیم کاغذ دیده شد. دیده شد. یعنی در اینجا زمانی که ما هیدروژن پروکساید همراه با منگان دایوکساید یا منگنیز دایوکساید در بین تیسیوب انداختیم، آنان بدون کدام مکس تعامل بینشان صورت گرفت و اونمو یک موادی که به شکل دود از دهان تیسیوب خارج میشد عبارت گاز اکسیژن بود. زمانی که من کاغذ در دادم این لمبه کرد و دوباره گل کردم و دهان تیسیوب این قرار دادم یا گرفتیم، دیدیم که دوباره این می کاغذ چی کرد؟ به اصطلاح مشتعل شد یا شعله‌ور شد. این می شعله‌ور شدن کاغذ نیم سوخته موجودیت یا تشکیل گاز اکسیژن در این تعامل بر ما نشان داد. انشاءالله فهمیده باشین. انشاءالله فهمیده شد. کدام مشکلی ندارین. بسیار خوب. من خیلی تیسیوب دوباره پس میکنم. خوش آگردهای نزنین. آلی من بر شما این می تجربه را که انجام دادم معادلش را نوشته میکرد. هیدروژن پروکساید. هیدروژن پروکساید. آیا شما این آب گفته میتونیم یا نه؟ آیا شما این آب گفته میتونیم یا نه؟ به این صورت آب گفته نمیتونیم. چرا؟ برای که اگر ما آب فرمول کیمیاییش را نوشته کنیم، تشکیل شده از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن. در حالی که هیدروژن پروکساید داریم، دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن. یعنی از نقطه نظر تشکیل تعدادشان با هم مساوی و برابره. خب. البته میشه که میره بر شما بگیم که در آب اکسیژن از کدام منبع اکسیدشن یا بالانس خود استفاده کرده یا کار گرفته و در هیدروژن پروکساید از کدام منبع اکسیدشن یا بالانس استفاده کرده یا کار گرفته، اما این بر شما مشکل تمام میشه. در اینجا اکسیژن از بالانس منفی دو، منبع اکسیژن منفی دو و در اینجا از بالانس یا منبع اکسیدشن منفی یک کار گرفته. از او خاطر در مقابل دو اتم هیدروژن دو اتم اکسیژن ما نوشته میکنیم یا قرار میدیم. خب این همه قدر برای شما کفایت میکنه، باز بعدنش در صنوف بالاتر یا صنوف آینده میخوانیم. خب اینا نه هیدروژن پروکساید شما دیدین که با کدام شکل بود؟ به شکل مایع بود نه؟ بسیار خوب. این حرارت میتیم امرای منگان دایوکساید MnO2، منگان دایوکساید یا منگنیز دایوکساید. من نامش را برتان نوشته میکنم MnO2 منگنیز دایوکساید، چون که دو اتم اکسیژن داره، یا منگان دایوکساید نام مخفف ترش منگان دایوکساید نوشت. خب این حرارت میتیم. وقتی که حرارت داریم، طبعا توسط حرارت یا دستنای حرارت روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن قطع میشه که باید بعدم مینمی روابط بر شما نشان میدم. میسازه آب، شکل مهره داره، جمع اکسیژن. توضیح میکنیم دو اتم هیدروژن، دو اتم هیدروژن، دو اتم اکسیژن، اینجا دو اتم، یک اتم، سه اتم، این ضرب دو کنیم، دو دو چهار، اینجا هم ضرب دو کنیم، دو دو چهار، و اینجا هم دو دو چهار اتم اکسیژن،
دو اتم اکسیژن اینجا و دو اتم اکسیژن اینجا شد. نه پس مدل چی شد؟ مدل توزیع شد. خب الان بیاییم بالای ساختمان مولکولی خود هیدروژن پروکساید. هرگاه اگر ما هیدروژن پروکساید به این شکل نشه کنیم، از روی از این ما فرمول ساختمانیش رو میتونیم نشه کنیم. هرگاه ما تعداد الکترون ها را حساب کنیم، 2, 4, 6, 8، از این 2, 4, 6, 8 به این اکسیژن این الکترون ها حساب میشه و برای این اکسیژن این الکترون ها حساب میشه. اینا می نمی رو ما به شکل چی نشان میتیم؟ مدل نشان میتیم. اگه ای را اکسیژن نام بانیم، ای را اکسیژن نام بانیم، ای را هیدروژن نام بانیم و ای را هیدروژن نام بانیم، یا ای را ما میتونیم به شکل نام شکنیم، هیچ فرق نمی کنم. خب ای گرچه بر شما بسیار آلو مشکل است که ما بگویم چرا رابطه را ما به این شکل نشان میدیم، چون که انما قدر بر شما میگم که چون که اکسیژن بسیار میل زیاد داره که الکترون های هیدروژن به طرف خود کش کنه، وقتی کش میکنه از او خاطر ما رابطه را به این شکل نشان میدیم. اینجا هیدروژن، اینجا یک رابطه و اینجا اگر ما هیدروژن را نشان کنیم، چون که اکسیژن میل داره که از دو طرف الکترون های هیدروژن به طرف خود کشف کنه، یعنی به طور کلی انتقال الکترون صورت نمیگیره بلکه به طور قسمی. از او خاطر ایره وقتی که ما به شکل قسمی میگیم، ایره به این شکل به شکل تقریبا یک مثلث طولانی یا طویل ما ایره رسم میکنه. اینه مدل مولکولی چی میباشه؟ مدل مولکولی خود اکسیژن می باشه که ما ایره به طور بسیار ساده H2O2 به این شکل یا به این شکل نشان میدیم، در حالی که مولکول اکسیژن به این شکل تولید میشه یا بدسمه. حال بالا یک موضوع دیگه میاییم. از هیدروژن پروکساید در کدام موارد ما استفاده میکنیم یا در جهان استفاده میشه؟ یک، به حیث سفید کننده دندان ها. دندان هایی که نسبتاً دارای رنگ زرد می باشه، وقتی که امروی یک مقدار معین فیصدی هیدروژن پروکساید برس می کنن، برای چند واده رنگ زرد دندان تبدیل به رنگ سفید می کنن. دوم، به حیث سفید کننده بیره ها باید قراره و کلی شده. بیرایی که التهاب کرده یا زخم شده یا دندان کشیدن، معمولاً دکترای دندان برش هدایت می دن که خود هیدروژن پروکساید بگیره، امروی یک سرپوش و بوتل و امروی چقدر آب مخلوط کنه و ایره امو بیرا را چی کنن؟ برس کنن یا غرغره و کلی کنن. برای شستن زخما، زخما را امرویش میشن سفید کننده ناخونها، ناخونهایی که دارای رنگ یعنی رنگ امو طبیعی نداره، معمولا از این برای سفید کردن استفاده می‌کنن. شستن ماشین های لباسشویی، امو چرک و چرک چی میکنه؟ از بین میبره. برای پاک نمودن میوه و ترکاری از بکتریای مضره و مواد کیمیایی، اینال ما باید بگوییم که فیصدی معین هیدروژن پروکساید را در یک مقدار معین آب مخلوط میکنیم و بعدا مورد استفاده ای را چی میکنن؟ ای را قرار میدن. خب اینال پیش از اینکه ما شما بالای سوالات کارخانگی بیاییم، بازم یک خلاصه درس ما شما میکنیم. البته استحصال گاز اکسیژن از مرکب هیدروژن پروکساید میباشه که شما دیدین مرکب هیدروژن پروکساید به شکل مایع میباشه و شما کاملا مشاهده کردین به شکل عملی که من از کدام مواد استفاده کردم و به چه شکل تجربه را انجام دادیم و در آخر گفتم که مشاهدات تمام نوشته کنین و شما به چشم سر دیدین که چه قسم امو کاغذی که ما به حساب مشایل ساخته بودیم و بدن گل کردیم، دوباره وقتی که بدن تسیوب گرفتیم این بشوله روشن ساخت. اینی بود درس امروز ما و شما عالمی این بالای کار خانگی.
سوال اول، معادله استحصال اکسیژن از هیدروژن پروکساید و مواد تعامل کننده و مواد حاصله را نامگذاری کنید. سوال دوم، مدل ساختمانی اتم هیدروژن پروکساید را رسم کنید. قسمی که ما بر شما رسم کردیم به می شکل رسم میکنید. و سوال سوم، در مولکول هیدروژن پروکساید رابطه بین اتم های اکسیژن به کدام شکل تشکیل گردیده؟ من اینجا بر شما نشان دادم، به این شکل رسم میکنین و اینو بر روی رسم نشان میکنین. به این شکل رسم میکنین و میگین که به این شکل رابطه چی شده؟ تشکیل شده. خوش شاگردای نازنین، انشالله درس بر شما دلچسب بود، درس فهمیدین، یاد گرفتین و درس آینده تان نایتروژن میباشه، موارد استفادهش میباشه، استفادهش میباشه که روز آینده انشالله خدمت شما تقدیم میکنم. و از اینکه مرا همراهی کردین، از همراهی شما یک دنیا تشکر. خدا حافظ و ناصرتان، ایام به کامتان. خدا حافظ.